گنج‌های افغانستان در دل کوههای پنشیر. بغیر از زمرود در ولایت پنشیر، معدن بزرگ آهن الحمدلله کشف شده و معدن طلا هم در اینجا کشف شده، معدن یاقوت هم الحمدلله که امروز به استخراج شروع نموده. معدن ولایت پنشیر چه نقش در اقتصاد دولت افغانستان دارد؟ میتونیم وعده بکنیم که افغانستان از فقر، از بیکاری، از بدبختی به یک کشور غنی، خودکفا و مرفه انشاءالله تبدیل می شود. ولی ولایت پنشیر در یک نشسته در پنشیر می گوید که قرار است به زودی کار روند استخراج معدن طلا، یاقوت و آهن نیز در این ولایت آغاز شود. محمد آقا حکیم والی ولایت پنشیر گفته است که بعد تازگی معدن طلا، یاقوت و آهن در این ولایت کشف گردیده است و استخراج معدن یاقوت این ولایت به گونه عملی آغاز گردیده است. وی افزوده است که با کار استخراج این معدن زمینه کار برای جوانان و توسعه اقتصادی ولایت پنشیر فراهم خواهد شد. از سوی هم امارت اسلامی از عاید به دست آمده این معدن بتواند در راستای تطبیق پروژه های انکشافی برای مردم ولایت پنشیر کار کند. حافظ حکیم همچنان روی سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران در بخش معدن پنشیر، ظرفیت های تخنیکی، فرصت های سرمایه گذاری و تشویق معدنکاران مبنی بر روند استخراج قانونی نیز اشاره کرده است و گفته است که چندین کشور خارجی خواهان سرمایه گذاری روی معدن در این ولایت هستند. بغیر از زمرود در ولایت پنشیر، معدن بزرگ آهن الحمدلله کشف شده و معدن طلا هم در اینجا کشف شده و معدن یاقوت هم الحمدلله که امروز به استخراج شروع نموده. ای همه دستاوردهای ریاست معدن و صنایع ولایت پنشیر می باشد و تجارای ملی و بین المللی می آیند و امی معدن را بررسی می کنند. حتی کشورهای خارجی مثل امریکا و روسیه و ازبکستان و ترکیه و ایران مراجعه نموده و در حالت بررسی معدن بزرگ ولایت پنشیر می باشد که انشاءالله انقریب تجارت معدن آهن را انشاءالله به داوطلبی گذاشته می شود و به جوانای عزیزی ولایت پنشیر زمینه اشتغال سازی مساعد می شود. ما یک بار دیگر به تجارای ملی خود که افتخار ملت افغانستان می باشند سرشان صدا می کنیم که در پهلوی نظام خود استاد شوند و در رشد اقتصاد کشور خود که استوار به تجارای ملی خود می باشد. اما این افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم امارات اسلامی افغانستان گفته است که برای استخراج معدن پنشیر مثل استخراج زمرد به گونه قانونی و شفاف این وزارت متحد است. معادن طلا و یاقوت پنشیر را نیز از طریق داوطلبی به مساعده بگذارد و از این طریق می خواهد در کنار مساعد کردن زمینه کار برای باشندگان این ولایت تصمیم دارد تا از عواید این معادن در قسمت تطبیق و توسعه پروژه های عمرانی نیز در سطح پنشیر فعالیت مؤثر را انجام دهند. با وجود از اینکه افغانستان یک کشور غنی و سرشار از منابع معدنی است، افغان ها متاسفانه از این سرمایه قیمتی خود هیچگونه استفاده نکردند، زیرا که مشکلات ها بودند، اشغال بود، جنگ بود، دلیج یک اداره دوست غاصب بر سر ملت افغانستان حاکم بودند.
نمی‌ماندند که افغان‌ها از منابع خود، از سرمایه خود به شکل درست استفاده بکنند. سالها سال افغان‌ها منتظر یزی بودند که یک فرصتی بیاید که اینها بسیار با آرامی، به شکل معیاری، اساسی، قانونی و اصولی از منابع خود استفاده بکند که افغان‌ها با حاکمیت امارت اسلامی به ارمان خود رسیدند. پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان که تقریبا 3 سال می شود، وزارت معدن و پترولیم در راستای مدیریت منابع طبیعی افغانستان نهایت تلاش کردند. شب و روز کار کردند. معدن‌های بزرگ و کوچک با داوطلبی گذاشتند، به قرارداد سپردند. شرکت‌های داخلی و خارجی فرصت سرمایه‌گذاری را در داخل افغانستان پیدا کردند. ما تقریبا از 7 الی 8 میلیارد دلار آمریکایی در بخش معدن بزرگ سرمایه‌گذاری داریم. در جریان تقریبا 3 سال وزارت معدن و پترولیم موفق به این شدند که 7 الی 8 میلیارد دلار آمریکایی را جلب کند و در بخش معدن افغانستان سرمایه‌گذاری بکند. تقریبا در حدود 20 الی 30 معدن بزرگ به قرارداد سپردیم. در بخش معدن کوچک هم حدوداً 170 معدن به سرمایه‌گذاران داخلی خود به قرارداد سپردیم که حجم سرمایه‌گذاری در معدن کوچک ما تقریباً به 10 میلیارد افغانی میرسد و تمام این قراردادها از طریق پروسه شفاف داوطلبی برگزار شده است. در عقد قراردادها هیچ گونه و هیچ قسم به قوم، زبان، سمت، قبیله، واسطه و پیسه نظر نشده، اعتبار نشده. فقط و فقط در قراردادهای معدن افغانستان، در استخراج معدن افغانستان، یگانه چیزی که برای ما مهم است او منافع ملی افغانستان است. او منافع اولیای ملت افغانستان است. ما می دانیم که معدن این سرمایه ملی کشور است. اگر این را به شکل درستش مدیریت کردیم، به شکل معیاری و دقیق و تکنیکی از او استخراج کردیم و در داخل افغانستان زمینی پروسس از این را فراهم کردیم، باز در اون صورت ما می تانیم وعده بکنیم که افغانستان از فقر، از بیکاری، از بدبختی به یک کشور غنی، خودکفا و مرفع انشاءالله تبدیل می شود که ما تمام امورات در نظر گرفتیم. این در حالی است که در 2.5 سال چندین بار زمرد استخراج شده پنشیر از طریق داوطلبی به فروش رسیده است. عواید خوبی به دولت و همچنان عاید برای استخراج کنندگان معدن در این ولایت گردیده است. ما به تجارای ملی و بین المللی دعوت می دهیم که در عرصه استخراج معادن زمرد پنشیر اشتراک بکنند و نظام امارت اسلامی افغانستان و رهبری ولایت پنشیر با همکاری همه جانبه تجارای ملی و بین المللی خود انشاءالله متحد می باشد. هر کسی که مراجعه می کند انشاءالله ما برشان زمینه سازی می کنیم که در عرصه استخراج زمرد پنشیر همکاری بکنند. مردم ولایت پنشیر و معدنکاران در این ولایت به این امید هستند که با استخراج معدن طلا، یاقوت و آهن در این ولایت زمینه کار بیشتر برای جوانان این ولایت فراهم شود.